سلام بچه ها، امیدوارم که روزتون پر از انرژی مثبت باشه. من امروز تو این ویدیو میخوام براتون در مورد نیمکلاج صحبت کنم و بهتون بگم که چه جاهایی نیمکلاج لازم داره. جایی که ماشینتون مخالف دنده حرکت میکنه، یعنی چی؟ یعنی شما دندتون رو گذاشتید یک و میخواهید به سمت جلو حرکت کنید ولی ماشینتون برمیگرده به سمت عقب. این موضوع بارها ممکنه تو ترافیکا براتون پیش اومده باشه، یا اینکه دندت رو گذاشتی عقب و میخوای به عنوان مثال پارک دوب بزنی ولی ماشینت رو به سمت جلو حرکت میکنه، باید از نیمکلاج استفاده کنی. ولی تو این ویدیو میخوام نیمکلاج حرفه‌ای رو بهت آموزش بدم که چجوری هم خیلی سریع حرکت کنی، همین که ماشینت اصلا جلو عقب نره، البته با نمایش پدال‌ها. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. بچه ها فقط یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ما، برامون حتما کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره، پیج اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. بچه‌ها ببینید، من الان دندمو یک میکنم، میخوام حرکت کنم، پامم از رو ترمز بر میدارم، ببینید ماشینم داره بر میگرده عقب. من میخوام یه کاری کنم که ماشینم اصلا بر نگرده عقب. بچه ها من احتیاج به یک ترمز موقت دارم. من اون ترمز موقت رو به وسیله کلاج برای خودم درست میکنم، یعنی به جای اینکه اول ترمزم رو بردارم گاز بدم، اول یه ذره کلاجم رو میارم بالا. ببینید الان ماشین من شروع میکنه به لرزیدن، اینجا دیگه اون نقطه قلق کلاج ماشین منه و ماشین من دیگه به هیچ عنوان بر نمیگرده عقب. اینجا ترمزم رو بر میدارم، گاز میدم. خب گاز که دادم آروم گاز ثابت کلاجم رو میارم بالا. من یه نکته مهم بچه اینجا بهتون بگم، این کلاجی که شما میارید بالا، ببینید ماشین شما رو میلرزونه و پاتون رو رو ترمز بر میدارید رو گاز میذارید، این کلاج فقط ماشین شما رو ثابت نگه میداره. برای اینکه رو به سمت جلو حرکت کنی با گاز ثابت کلاجت رو آروم آروم باید بیاریش بالا. من این اشکال رو بچه ها تو هنرجوها خیلی دیدم که این کار رو انجام میدن، کلاج رو نقطه لرزش گاز میدن، کلاج رو نمیارن بالا، نیاری بالا ماشین حرکت نمیکنه. اون کلاج فقط ماشین شما رو ثابت نگه میداره برای اینکه ماشین شما بر نگرده عقب. خب این روش آماتوره. بچه ها یه روش دیگه هم هست که راننده های حرفه‌ای ازش استفاده میکنن. روش حرفه‌ای اینجوریه که شما اولا باید گاز ثابت خیلی قوی و خوبی داشته باشی، یعنی اصلا نباید گازت قطع بشه. دوما این که نقطه درگیری کلاج رو به خوبی باید بلد باشی، یعنی قلق کلاج ماشین تو خیلی خوب باید به دست بیاری. راننده های حرفه ای میان چی کار میکنن؟ بچه ها ببینید، اونا دیگه نمیان اول پاشون رو ترمز باشه کلاج رو بیارن بالا بعد گاز بدن. اونا میان چی کار میکنن؟ نگاه کنید منو. اونا فاصله زمانی که پاشون رو ترمز میذارن رو گاز، کلاجشون رو میارن بالا. یه بار دیگه قشنگ و دقیق گوش بدید، ببینید، نگاه کنید پاهای منو. فاصله زمانی که پام از رو ترمز بر میدارم میذارم رو گاز، کلاجم میارم بالا. برای اینکه این خوب باشه حتما بازم تاکید میکنم گاز ثابتتون باید عالی باشه، نقطه کلاج ماشینتون خیلی خوب باید دستتون اومده باشه. یه جای خلوت اینو تمرین کنید، به خوبی یادش میگیرید. ولی من یه چیزی بهتون بگم، حتما شماها که ناشی هستید، مخصوصا شماهایی که دارید گواهی نامه میگیرید، از روش آماتور استفاده کنید، چون نمیتونید به روش حرفه‌ای حرکت کنید. شما اول باید نیم کلاجتون تو قسمت آماتور خوب شده باشه، یعنی با اون بتونی حرکت کنی، بعد از این روش استفاده کنی. اگر از اول بیای این روش حرفه‌ای رو استفاده کنی اصلا قشنگ نمیشه، یعنی اصلا نمیتونی حرکت کنی، هم گاز هرز زیادی میدی هم ماشینت کلی برمیگرده عقب. باز یه نکته دیگه مهم بهتون بگم بچه ها، ببینید توی ترافیکایی که شما هستید همه ماشین ها یه ذره برمیگردن به سمت عقب، هیچ مشکلی نداره. خیلی ذهنتون رو درگیر این نکنید که من اصلا یه میلم نباید برگردم عقب، یه کوچولو طبیعیه، بالاخره حالا ماشین پشتی هم فاصلهش رو با شما تنظیم میکنه دیگه. یه ذره برگشتن عقب مهم نیست، ولی زیاد نباید برگرد، مثلا در حد 20 سانت اوکیه. بقیهش اصلا راننده‌های حرفه‌ای هم حالا پشت چراغ قرمز امتحان کنید ببینید، همشون یه کوچولو برمیگردن، مهم نیست. مهم اینه که زیاد برنگردی عقب
و خاموش نشی. برای اینکه خاموش نشی گاز ثابت فراموش نشه، مخصوصا سربالایی هایی که شیبای تندی داره. بچه ها ببینید، من الان تو سطح سرازیری قرار دارم، گفتم جایی که ماشین مخالف دنده حرکت میکنه. ببینید من الان دندهمو میذارم عقب، میخوام دنده عقب حرکت کنم، پامو از رو ترمز برمیدارم، ولی نگاه کنید ماشینم به سمت جلو حرکت میکنه. پس از نیم کلاج استفاده میکنم، کلاجم رو میارم بالا تا جایی که ماشینم بلرزه. ببین الان دیگه ماشین من اگر نقطهشو درست درگیر کنی، دقیقا رو نقطه قلق کلاج ماشینت باشه، به هیچ عنوان یه ذره هم به سمت جلو نمیری. ببین اینجا نقطهش الان درسته، حالا ترمزمو برمیدارم، گاز میدم آروم کلاج رو، چون سربالایی نیاز به گاز، آروم کلاجمو میارم بالا. گفتم رو اگر اون نقطه لرزش کلاج باشه ماشین حرکت نمیکنه، حتما باید ماشین از اون نقطه بیاریش بالاتر. حالا سبک حرفه ایش تو دنده عقبم همون شکلیه. بچه ها نگاه کنید، الان میخوام اینایی که حرفه ای حرکت میکنن سریع حرکت میکنن دیگه. ببینید فاصله زمانی که پام رو ترمز برمیدم میذارم رو گاز، کلاژو میارم بالا، تو این روش یه ذره ماشین جلو عقب میره که اصلا گفتم بهتون اشکال نداره. مهم اینه که شما زیاد جلو عقب نری و اینکه خاموش نشی. بچه ها برای اینکه نیم کلاژو تو خودتون قوی کنید، دو تا کار رو خیلی باید تمرین کنید. یکی گاز ثابته، گاز ثابتتون رو خیلی باید قوی کنید، سعی کنید اینو تمرینش کنید. شما گازتون رو قطع میکنید و ماشینتون خاموش میشه. گاز ثابتی که دور موتورتون بین 1.5 تا 2 باشه، چون بیشتر باشه ممکنه گوشتون صداش اذیتش کنه و گازتون قطع بشه. نکته دوم این که برای نیم کلاج حرفه‌ای باید به خوبی قلق کلاج ماشینت دستت باشه، 1 میل از اون نقطه بیاریش بالاتر ماشینت خاموش میشه. این دوتا رو خیلی تمرین کنید. بچه ها گاز ثابت رو فراموش نکنید. به هیچ عنوان شما سطح سربالایی رو نمیتونید با کلاج خالی برید. صاف رو، سطح صاف رو میتونید برید، ولی سربالایی رو نمیتونید برید. اون نقطه کلاج ماشینتون هم سعی کنید چند بار کلاجتون رو بیارید بالا، ماشینتون به اون نقطه لرزش برسه، کاملا دستتون میاد. در آخر هم لایک و کامنت یادتون نره. هر سوالی هم در مورد نیم کلاژ داری زیر همین پست برام کامنت بذار، با حوصله نامحدود جواب همتون رو میدم.